اما دیزیبلیتی تو مرحله بعد وضعیت نورولوژیک بیمار هستش ارزم به خدمت شما جی سی اس بیمار هستش حالا امروزه به خاطر محدودیت هایی که در ارتباط با جی سی اس هستش از معیار فور استفاده میشه علال خصوص تو مصمومیت ها ما میبینیم که خیلی جاها چشم باز اما مریض بیهوشه و اما نمره چهار رو به بیمار میدیم اما تو معیار فور صرفا باز بودن چشمان نمره چهار رو نداره تراکینگ یا چشمک زدن یا باز و بسته کردن چشم هم میتونه به عنوان معیاری باشه که باید در نظر اگر فقط صرفا باز باشه چشم ولی این عمل کرده نباشه نمره سه رو بهش میدن بسیار از سموم منجر به مسمومیت میشن بعضی از سموم محرک ارزم به خدمت شما سیستم نورولوژیک هستن باعث بیقراری و تحریک پذیری میشن و برعکس بعضی ها مثل مصومیت با الکل یا مواد مخدر نارکوتیک سیستم عصبی یا نورولوژیشون سپرس شده سرکوب شده که اثر رو تنفس بیمارم قطعا میذاره اسپاس معضلات اندازه مردمک ریاکشن یا واکنش مردمک هستش اتونوم دیس فانکشن اختلال عملکرد سیستم خودکار بدن هستش بسیاری از سموم میتونه تک تک این مواردی که خدمتون گفته شد رو تحت تاثیر قرار بده و قاعدتا موارد متفرقه اکسپوژر که مثلا شما میدونید بو از دهن یک بیمار بوی الکل میاد یا روی پوست بیمار یه بوی خاصی میاد که این حکایت از تماس پوست با یک سم هسته همون تو جنگ هم گاز های شیمیایی رو میزدن مثلا یکی از گازها بوی سیر رو داشت میفهمیدم یا درجه حرارت پوست که حتی رنگ پوست هم میتونه تحت تاثیر قرار بده رنگ پریده بشه کبود بشه سمومی که روی کبد اثر میذارن منجر به افزایش بلیروبین و زرد رنگ شدن پوست بشه پس اینا به عنوان موارد متفرقه که بلا فاصله در یک نگاه اولیه قابل بررسی هستش و دیگه اینها رو ما وقتی بررسی کردیم حکایت از این داره که بیمارمون دچار اختلالات شدید و مرگاور نیستش ابدومن رو شکم رو از نظر نقاط خونریزی دهنده ارزم به خدمت شما سفتی شکم برونده ادراری که آیا وجود داره یا نه مورد بررسی قرار میگیره خب بعد از اینکه حالا دیگه مریض گفتیم استیبل شد تو قسمت ABCD ما میاییم چیکار میکنیم از روش های پاراکلینیک هم استفاده میکنیم در جهت تشخیص بسیاری از سموم میتونن اختلال یا ناتوازنی اسید و باز مثلا آسپرین رو نگاه کن در مصمومیتش ابتدا آلکالوز تنفسی میده چرا چون باعث تحریک مرکز تنفس در مغز میشه هایپرونتیله میشه و مریض دچار آلکالوز تنفسی میشه اما به مرور که این دارو که خودش هم اسیده دیگه اسید جذب میشه اون وقت اسیدوز بتابولیک میده یا بسیاری از سموم خودشون خاصیت اسیدی دارن وقتی وارد بدن بشن باعث ایجاد اسیدوز میشن بسیار از میتونن روی الگوی تنفسی تاثیر بذارن اسیدوز و آلکالوز تنفسی ایجاد کنن پس یک ای بی جی از بیمار گرفته میشه الکترولایت این بالانس مصمومیت هایی هستنش که به خصوص مصمومیت های میتونه مقادیر هر یک از الکترولیت ها به ویژه حساس ترین اونها سودیوم و پوتاسیوم رو کم یا زیاد کنه آزمایش خون فرستاده میشه تو آزمایش خون چه موارد روتینی که مثل یه قند و اوره کراتینین و الکترولیت ها و چه یک آزمایش تخصصی که مرتبط با اون مسئولیت بالاخره یک تاریخچه هم از بیمار گرفته میشه از همراهانی که بیمار را آوردن یا در مواردی که خود بیمار همکاری میکنه به ما میگه یا اطلاعاتی را که اون تیم خدمات پیش بیمارستان یا اورژانس به ما میده خب اینها یا شواهدی که در بیمار هست تو جیبش مثلا ما یک قرصی را پیدا میکنیم توی دهنش ما یک قرصی را پیدا میکنیم یا یک کاغذ یا نوشته ای رو ازش در میاریم که ممکنه غیج شده باشه یا کارتی از جیبش در بیاد که یک بیماری در اون ثبت شده باشه خب همه اینها میتونه به عنوان یک تاریخچه ای باشه که ما بتونیم به عنوان تاریخچه پرستاری و در نهایت در یا تاریخچه پزشکی که پزشک میگیره بتونه ما را هدایت بکنه به انجام برخی از آزمایشات بسیاری از سموم وقتی خورده میشن متابولیت هاش تو ادرار هست مثل باربیتورات ها مثل مخدر ها مثل داروهای که به شکل احتیاد استفاده میشه بنزودیاسفین ها الکترولیت ها را که گفتیم هایپا هایپر بسیاری از سموم نهایتا باید تو کبد متابولیزه بشن و از جمله این مثل الکل مثل استامینوفن اینو یا تتراکلورید کربن به عنوان مصمومیت وقتی وارد بدن میشن سلول های کبدی رو صدمه میزنن و اینجا هستش که ما با بررسی های آزمایشگاه و آنزیم ها میتونیم پی ببریم به صدمه کبد همچنین رنال فانکشن تست مثل انسید ها و اتیلنگلیکول که یک الکل هستش آزمایشاتی مثل بی و انکراتینین میتونه کمک کننده باشه در جهت تشخیص خب اما یافته های آزمایشگاه رو ادامه میدیم با یورینالی دراغسکرین همین آزمایش ادرار از نظر بررسی وجود الکالوید ها یا متابولیت ها یا بعضی وقت خود اشکال دارویی در ادرار مثل مخدرها مثل باربیتورات ها بنزدی آسمین ها آمفتامین کوکاین شما نگاه کنید تو موارد حالا جرم هم نمونه آزمایشگاهی این بیماران را میفرستم برای آزمایش ادرار که بررسی بشه آیا نه بسیاری از سمون روی قلب از سر مثل مصومیت با دیگوکسین بتا بلاکر ها کلسون بلاکر ها آنتی آریتمی ها خوب یک نوار قلب هم اینجا میتونه کمک کننده باشه حتی مارگزیدگی اغرب گزیدگی بسیاری از اینها مانیتورینگ قلبی یا نوار قلب میتونه بسیار مفید باشه در شدت تعیین شدت مصمومیت ایمیجینگ یا تصویر برداری ملاحظه بفرمایید حالا بالاخره تو کشور ما متاسفانه در بعضی از مناطق کشور به خصوص در مرز که قاچاق میشه زیاد میبینید یا در زندان ها شما میبینید که متاسفانه به بدترین شیوه ها توسل پیدا میکنن مثلا شما نگاه بکنید که میاد بسته بندی میکنه قشنگ اصطلاحا واترسیلش میکنه آیق بندیش میکنه بسته های کوچولو میبله و بعد که میره توی زندان از طریق دفع گوارشی این رو خارج میکنه یا در اشکال بزرگترش قاچاق آدمایی که مقادیر زیادی از این موارد رو میبلعن و توی معدهشون جا سازی میکنن و بالاخره انتقالش میدن و بعضی وقت هم این پاره میشه یکی از این بسته ها میریزه و باعث آسیب روده پرفوریشن روده میشه و مشکلاتی که به کرات ما در بیمارستان ها میبینیم خب اینها رو بعضی با تصویر برداری با سونوگرافی میتونن ببینن بررسی بکنن وجود سم رو با همون اندوسکوپی ها هم حتی میشه خارجش کرد خب میرسیم به تظاهرات بالینی یا علائم مسمومیت ها مسمومیت ها ارزم به خدمت شما علائمشون متفاوت هستش به این معنا که با توجه به اینکه سم خورده شده یا وارد بدن شده یا سم منجر به مسمومیت به چه میزان بوده از چه مسیری وارد شده و کدام ارگان را تحت تاثیر قرار داده میتونه صدماتی رو در سیستم های مختلف وارد بکنه و علایمش را ایجاد کنه مثلا آسیب های پوستی از یک زایه پوستی ها تا تاول از یک قرمزی پوست و خارش تا بیاد به تخریب پوست نیست تاول میتونه اتفاق بیفته تظاهرات سیستم نورولوژیکی در سمومی که نوروتوکسیسیته دارن از یک تحریک فضیری گرفته تا مواردی که منجر به تشنج کما و مرگ میشه از اثرات کاردیو که سموم تحصیل گذار روی قلب هستش منجر به تغییر ضربان قلب برادی کاردی تاکی کاردی دیستریتمی های قلبی سرکوب قدرت قلب میتونه اتفاق بیفته تا ایست قلبی از نظر اثراتی که روی وضعیت متابولیک داره بعضی از سموم سرکوب کننده یا کم کننده متابولیسم بدن هستن و بالعکس برخی از اونها متابولیسم بدن رو افزایش میدن تظاهرات چشمی و بینایی از دو بینی و کوری مثل الکل متیلیک و اختلالات بینایی تا قرمزی چشم، اشک ریزش، سوزش چشم میتونه اتفاق بیفته هپاتیک دیسفانکشن که در خیلی از مسمومیت ها شایع هستش کلا هر دارویی را که به عنوان اصل یادتون باشه هر دارویی را که برای یک بیمار تجویز بشه و بیمارون رو مصرف بکنه و طی چند روز بسورات جلی ایجاد بشه و بیمارتون تب بکنه اینجا ما میگیم بیمارمون دچار مسمومیت کبدی شده خلاف ثابت شه اسلام باید رول آوتش بکنید پس هر مریض به دنبال مصرف هر داروی تب بکنه بو جلدی بزنه شما بگید علائم مسمومیت دارو هستش مگر خلافش ثابت بشه حالا اگر بخوایم به ذکر جزئیات علائم و نشانه های مسمومیت بپردازیم میگیم این علائم شامل ویت لاس کاهش وزن که خوب اینجا صرف نظر از اینکه مسئولیت ما حاده یا مزمنه در نظر میگیریم بیشتر در مسئولیت های مزمن دیده میشه ضعف باز همچنان هم در حاد هم در مزمن بی اشتهایی هم در حاد هم در مزمن تاکی کاردی برادی کاردی یعنی نقطه های مخالف هم هستش در کمترین سطح تا بالاترین سطح تاکی کردی برادی کردی هایپرتنشن هایپوتنشن هایپوترمیا هایپرترمیا در جرارت وقتی متابولیسم می بدن بالا بره هایپر متابولیسم پایین بیفته هایپو بعضی از سموم اصلا مرکز کنترل درجه حرارت رو توی مغز توی هیپوتالاموس تحت تاثیر قرار میدن و درجه حرارت رو پایین و بالا مثلا تو باربیتورات ها مریض هایپوتر میشه دیافروزیس عرق بکنه فلاشینگ برافروختگی که به نوعی روی عروق اثر میذاره و درجه حرارت پورپورا مصمومیت با داروهای آنتی کواغولانت مثل وارفارین و هپارین ممکنه انواع اقسام پورپورا، پتشی، اکیموز رو در بیمارمون ایجاد بکنه، پروریتوس یا خارش بسیاری از سموم میتونه خارش ایجاد کنه، هم شکل مزمن هم حادش سموم میتونن همه روی چشم اثر بذارن که میدریاز و میازیز هم روی مغز اثر بذارن که اینها را کنترل بکنه اشک یا شالاکریمیشن فوتوفوبیا یا ترس از نور اصطلاحا هستش که در مصمومیت های بیولوژیکی زیاد ما اینها را میتونیم ببینیم سمومی که روی گوش اثر بذارن میتونن باعث وزوز یا تینیتوس بشن دیسپنه یا تنگی نفس پالپیتیشن یا تپش قلب نارسایی تنفسی نارسایی کلیوی هماچوری کاهش سطح هوشیاری قدم تعادل فرد یا آتاکسی ارزم خدمت شما میالژ یا درد عضلانی التهاب کبد یا هپاتیت و مصمومیت ها علاوه بر علائم و نشانه های فیزیکال یا جسمی اش... نشانه ها و علائم سایکولوژیکی مثل سایکوز ها رو هم میتونن به دنبال داشته باشن نروز ها رو مثل استراب رو هم میتونن به دنبال داشته باشن پس اگر ما تصور بکنیم با توجه به این که این همه سموم بیولوژیک و سنتتیک و دارویی که وجود دارن و همه اینها اثرات بالقوهی در ایجاد مصومیت میتونن در افراد داشته باشن و از طرفی هر کدوم از این سموم که حالا ما در نظر میگیریم نبلفل وقتی وارد بدن بشن میتونن ارگان خاصی رو تحت تاثیر قرار بدن پس نتیجه تن علائم هم دامنه وسیعی رو میتونه به خودش اختصاص بده که واقعا در یک پرایمری اسسمنت غیر ممکن هستش اینها را بررسی کنیم جز اون موارد حاد و خطرناکش ولی خوب در سکندری اسسمنت کاملا قابل بررسی و مرتفع کردنش هم میتونه صورت بگیره خب حالا میرسیم به درمان اساسی یا تریتمند مسمومیت ها خب خدمت شما ابریویشن اقدامات درمانی را که ما انجام میدیم و اگر بر اساس پنج اقدام در نظر بگیریم این رو به عنوان کلمه سیرز در نظر بگیریم که هر کدوم از حروف اون کلمه سیرز حرف اول اقدامی هستش که ما برای این بیماران انجام میدیم اسش استابیلایز اون استیبل کردن بیمارمون هست یادتون باشه که بالاخره منظور از استیبل یعنی همودینامیک بیمار مرتفع استیبل شده باشه بیمار رو دیگه خطری تهدیدش نکنه در راستای این استیبل کردن بیمار حتما اقدامات نیاز هستش میخوایم راه هوایی رو ممکنه نیاز به لوله تراشه داشته باشه نیاز به ایروی داشته باشه نیاز به اکسیژناسیون داشته باشه گردش خونش رو نیاز به اقداماتی داره چه بسا ما باید حجمی وارد بدن بکنیم چه بسا از داروهای موثر روی قلب و عروغ استفاده بکنیم که بتونه مریضمون رو از نظر همودینامیک استیبل بکنه گردش خون اندامهای حیاتی یا سیستم های حیاتی مثل مغز و قلب و ریه رو فراهم بکنه بعد از اینکه بیمارمون اون استیبل شد دیگه نگرانی از اینکه خطر اه اه شدیدی تهدیدش نمیکنه میایم آیدنتیفای آیدنتیفای یعنی هویت و شناسایی خب تحت و لفظیش نه به معنا اینکه حالا اسم مریض چیه سنش چیه شغلش چیه جنسش چیه بله این هم قسمتی هستش آیدنتیفای یعنی هر آنچه که در ارتباط با مسمومیت اتفاق افتاده و میتونه به ما کمک کنه باید مشخص بشه در حقیقت تاریخچه سلامتی فرد پس مدیکال هیستوری پرزنت ایلنس فامیلیال هیستوری دراک هیستوری همه برمیگرده به اینجا سایکیاتریک هیستوری همه برمیگرده اینجا و اون واقعی که اتفاق افتاده واقعی هواشی مصمومیت چی بوده که اتفاق افتاده چه جوری بوده مریض آیا وقتی آوردن مرسان بیهوش بوده یا نه آیا کی آورده خودش اومده یکی دیگه آورده آیا مریض داروی استفاده میکرده آیا شواهدی از مسئولیت‌های عمدی یا صحوی در کار بوده چون وقتی ما اینها را بشناسیم قطعا درمان های تخصصیمون چی میشه بهتر صورت میگیره مثلا اگر ما تو این مرحله بفهمیم و شناسایی بکنیم سمی سم رو که بیمار استفاده کرده جهت مصومیت خب ممکنه آنتیدوتش باشه خب خیلی خوب ما بدونیم استامینوفنه این اصطیل داریم ما بدونیم مواد مخدره نالکسان رو داریم ما بفهمیم الکل هستش تیامین رو مثلا داریم ایدنتیفای خب پس اطلاعات کامل و جامعی را که حالا مثلا چقدر قرص خورده چقدر سم وارد بدنش شده چند ساعت گذشته چه اقدامات اولیه بعض و خب یه مصمومیت اتفاق تو خونه اقدامات درمانی انجام میدن استفراغ و وادار میکنن رقی کردن سم بالاخره یک سری درمان های سنتی وجود داره تو مصمومیت ها شیر میدن نمیدونم آب میوه میدن در سرکه میدن بیکربونات رو با میکنن اینها همه در جهت رقیق کردن و به نوعی تا حدودی خونسا کردن اثرات سم هستش ریورز ریورز یعنی وارونه کردن و برعکس کردن جریان سم رو ما برعکسش کنیم سم میخواد جذب بشه و به سلول اثر بذاره ما جهتش رو به این وری میکنیم کمک میکنیم که این سم به سمت سلول ها و بافت های بدن نرسه الیمینیت کمک میکنیم به خروج سم از بدن که خروج سم از بدن تا حدود زیادی اثرات ریورز رو هم بالاخره تقویت میکنه وادار به استفراغ میکنیم شستشو میکنیم نمیدونم مسهل میدیم به مریض دیورز به مریض میدیم مریض رو دیالیزش میکنیم هموفیلتریشنش میکنیم خب اینها همه در جهت الیمینیت یا دفع کردن هستش وقتی سم رو خونسا میکنیم ریورزش میکنیم خب پس پروسیجر هایی هستش که کمک میکنه به ریورز و الیمینیت یا دفع کردن و نهایتا ساپورت بالاخره اینجور نیست که همه این ها با پای خودشون بیان و با پای خودشون هم برگردن خیلی بیهوش میان مدت زمان زیادی حتی کارشون به آی سی هم میرسه چندین جلسه دیالیز میرسه چه بسا مشکلات دائمی و پایداری هم درشون باقی بمونه یک کوری باقی بمونه برای یکی که الکل مصرف کرده نمیدونم کبدش از دست بره کارا البته مگر پیوند کبد بکنه کلیهاش رو از دست بده نهایتا تبدیل به یک کیس دیالیزی بشه و و آثار مختلفی که بتون داشته باشه خیلی وقت مصمومیت ها منشایشون سایکولوژیکی از سوسایت هستش اقدام به خودکشی خب اینا ساپورت های روانی نیاز دارن حمایت های خانوادگی نیاز دارن مشاوره های سایکولوژیکی روانشناختی نیاز دارن مریضی که تنفسش مختل شده ممکنه از ونتیلیتور بره کلیهش مختل شده ممکنه تحت دیالیز قرار بگیره دستگاه گوارشش صدمه دیده ممکن موقتا نیاز به تی پی این داشته باشه خب اینها های همون حمایت ها دیگه نه همون سپورت ها که بیمار این سپورت های جسمی و روانیش و حتی ارزم خدمت شما اجتماعی و اسپریچال اگر انسان رو به عنوان یک هالستیک یا کل نگاه بکنیم همیشه من به دوستان همکاران پرستار و دانشجویان پرستاری این رو بارها و بارها متذکر میشم میگم اگر نگاهتون و دیدتون به بیمار به عنوان یک انسان کاملی باشه هالستیک نگاه بکنید و فکر بکنید و در نظر بگیرید که انسان مجموعه از ابعاد چهارگانه ای هستش که سازمان بهداشت جهانی این رو تاکید میکنه در تعریف سلامت و بیماری و اینها مثل حلقه های زنجیر و همدیگه را به شدت تحت تاثیر قرار میدن نگاه بکنید اون وقت مراقبت های ما معنا ها پیدا میکنه اون وقت اثر بخشی این مراقبت ها خودش رو نشون میده انسان موجودی چهار بودی حالا حداقل اونایی که خیلی اثرگذار هستش بود جسمی روانی اجتماعی و معنوی بیو سایکو سوشی و اسپریچوال اگر این چهار بودی نگاه بکنیم اون وقت راهکار اون نقشه ارائه مراقبت های ما هم آشکار میشه ما فقط جسمش رو نگاه کنیم که متاسفانه از این هم پایین تر ما افتادیم الان و کاری به وضعیت روانی و اجتماعی اسپریچال چال مریض نداشت باشیم مطمئنا آثار مراقبتهای ما خودش رو نشون نمیده و بیمارمون از اون درد و رنجش رهایی پیدا نمیکنه ما که خوب حسابی تنزلش دادیم من همیشه میگم میگم از بیمار فقط شماره تخت و شما صدا میزنید تخت شماره پنج همراه تخت پنج نمیدونم تلفن همراه تخت پنج بیاد اینجا تخت پنج کجای بیا دارو تو بخور تخت پنج تلفن تخت پنج بیا آماده شو بریم نمیدونم آزمایشگاه رادیولوژی تخت پنج بیا مرخصی خب این یعنی انسان رو که با اون مقامش و حالا از اون دیدگاه ها نگاه نکنیم یک به یک انسان و موجود آوردیم تنزلش دادیم به یک لطفا این رو از همه زمانی که این ویس ما را میشنوید یک کچول تحت توجه خودتون قرار بدید و به عنوان یک هم نوع خودتون به عنوان یک انسان های نیازمند به مراقبت و برای اینکه نتیجه بهتر بگیرید و احترام بذارید به هم نوع خودتون و مشارکت بیمار رو در امر مراقبت بالا ببرید جایگاهش رو حفظ کنید لطفا دیگه این رو از شماره تخت صرف نظر کنید مریض رو به اسم صدا کنید به کرامت انسان ها احترام بذارید به ابعاد معنوی انسان های اسپریچوال بسیار تأثیر گذار هستش انسان هایی که بالاخره اسپریچوال و معنوی رو هر انسانی فراغ از مذهب خودش و فراغ از جنسیت و نژاد و قومیت و باور و هاش میتونه برای خودش محترم باشه برای شما هم باید محترم شما رو بشه این توصیه را خدمتون دارم که حتما این رو در نظر بگیرید و به خصوص تو مسمومیت به بیمار به دید یک مجرم هرگز نگاه نکنید دید شما با دید یک پلیس با دید یک قاضی با یک دید طرف مقابلی که دعوا گرفته باید کاملا متفاوت باشه اصلا و عبدان. خب خودکشی کرد خب ته بود خودکشی شما ببینید چه مشکلاتی بوده به نقطه رسیده که این کارو کرده خودکشی که به این سادگی نیستش با دیده یک پلیس نباید نگاه بکنید به دیده یک مجرم نباید نگاه بکنید این رو لطفا حتما در نظر بگیرید با بیمارانتون به عنوان یک انسان و دوم به عنوان بیماری که مشکلی داره و الان نیازمند این مشکلش که حتی جونش رو هم در معرض خطر قرار داده چیکار بکنید؟ رفتار بکنید که بتونید مفید بشه و بتونید بیمارتون رو برگردانید خب اقداماتمون رو حالا اون که کلیات بود که چارچوب یا اون فریمور که درمانیتون بودش در راستای رسیدن به اهداف درمانی باید راه هوایی رو باز بکنیم تنفس بیمار رو برقرار بکنیم گردش خون رو برقرار بکنیم در راستای تنفس و راه هوایی ممکنه نیازمند ارتفیشیال ایروی بیمارتون باشه راه هوایی ساده تاینش تا یک ایروی یا یک لوله تراشه نیاز باشه اکسیژن مکمل یا اوتوتراپی رو برای بیمار شروع بکنید خیلی از مسئولیت ها باعث هایپوکسی میشه خیلی از مسمومیت ها باعث سرکوب تنفس میشه در راستای برقراری گردش خون ممکنه نیازمند برقراری آی ویلاینی بشید مای درمانی شروع بشه برای مسمومتون شک ممکن اتفاق بیفته شوکش هم میتونه شوک ارزم به خدمت شما با منشه عروغی یا قلبی باشه هم میتونه شوکی باشه که آنافیلاکسی باشه که یکی از خطرناکترین ترین ها هستش علال خصوص در گزیدگی ها مار گزیدگی اغرب گزیدگی این شوک مد نظرتون باشه چون کشنده ترین شوک شوک آنافیلاکسی هستش درمانش ساده ولی همون درمان ساده ای را که اگر انجام ندیم باز جهت یادآوری چون در شوک آنافیلاکسی اسپاسم راههای هوایی از حالت خفگی به بیمار دست میده ترین اقدام تزریق یک دوز اپینفرین اپینفرین در دوزهای پایین یک داروی بتادرنرژیکه انرژیکه یعنی راههای هوایی را باز میکنه در دوزهای بالا آلفاه مثل سی پی آر که میزنید این رگهای مریض رو تنگ بکنه و هی دوزش مرد سه تا پنج دقیقه تکرار یعنی دوزهای بالا آلفا ادرنژیک پایینش بتا ازولانی یا مثلا تو آس میبینی زیر جلی تزریق میشه کنترل تشنج هستش و تشنج های پی در پی را که اپیلپسی بهش میگن این رو حتما در نظر بگیریم بسیاری از سموم روی مغز اثر میداره در زمان تشنج یکی باز نگه داشتن راه هوایی مهمه دوم پیشگیری از صدمه به بیمار هستش سقوطش صدمه به زبان و قطع زبان و, و در نهایت کنترل تشنج بهترین دارو هم دیازپام هستش داروهای دیگه معمولا برای لانگ ترمه مثل باربیتوراتا البته بعضی از تشنج هم به فنیتوئین، جواب میدن در برای کنترلشون مانیتورینگ مانیتورینگ یعنی پایش با اون مانیتوری که توی بخش های ویژه هست اشتباه نگیرید مانیتورینگ به معنای پایش هستش فراتر از اون دستگاه اون دستگاه یکی از وسایل کمکی برای پایش وقتی میگیم پایش بیشتر همون پایش همودینامیک هستش همودینامیک اگر برقرار شد دیگه نگران مرگ بیمار نیستیم جریان خونی که به مغز و قلب و ارزم به خدمت شما ریه و اینها برسه کلیه و کبد یعنی اینکه همودینامیک ما برقرار هستش و در راستای همودینامیک ممکنه مایع درمانی دارو درمانی و استفاده از دیوایس یا وسایلی مثل پیس میکر و این بالون و بقیه موارد هم نیاز باشه و بعد که مریض بعد از مانیتورینگ و پایش استیبل شد اون وقت سکندری اسسمنتمون